محمد ماشینچیان، پژوهشگر ارشد حکمرانی در دانشگاه پیتسبورگ از پنسیلوانیا با من هستن. آقای ماشینچیان، این فساد گسترده نه تنها ضرر مالی مردم زده، سلامت اونها رو هم تحت تاثیر قرار داده. از شما بیشتر بشنویم در این مورد. درود بر شما. همینطوری که میفرمایید، یکی از عوارض و عواقب مداخله دولت در بازار و در تأمین کالاهای خصوصی این است که وظیفه دولت به عنوان ناظر و داور تضعیف میشه. یعنی اینکه از خرد تا کلان، مثلا اگر یک نیروگاهی مازوت بسوزونه، اگر بنزین بی کیفیت به مردم بفروشه، اگر چای مانده و تاریخ گذشته و سرطانزا وارد بازار کنه، اینجا وظیفه دولت به عنوان داور و ناظر این است که با متخلفان برخورد کنه، اجازه نده سلامت شهروندان به خطر بیفته. وظیفه دولت اینه. منتها وقتی که دولت در بازار مداخله میکنه، در تأمین این کالاها دخالت میکنه، طبیعتاً تعارض منافع اتفاق میفته. یعنی وقتی که خود دولت بنزین سرطانزا به مردم میفروشه، وقتی خود دولت مازوت سوزی میکنه در نیروگاه ها، در حوزه سلامت غذایی که محدود به چای هم نیست، الان میبینیم که زیر نظر دولت محصولات بی کیفیت و تاریخ گذشته که هزار درد و مرض داره عملا وارد بازار میشه. در همه حوزه ها همینطوره. این بلایی که سر مردم ایران آوردند، در صنعت همینه، در کشاورزی همینه، در انرژی همینه، و این اپیدمی خاموشی که سلامت مردم ایران رو به صورت گسترده به خطر انداخته، نتیجه این رویه غلط و این فساد سیستماتیک گسترده است. در کنار صحبت شما، با توجه به این وضعیت که شما همش اشاره کردین، چه پیشبینی میشه از نتیجه برخورد با این فساد داشت؟ من معتقدم که برخوردی در کار نیست، چرا که سیاستگزار، دیوان سالار و همینطور تشکل‌های صنفی دست در دست یکدیگر در حال سازماندهی این فساد هستند. ببینید الان چند ساله که دولت داره ارز یا مفت توزیع می‌کنه، از شیر مرغ تا جان آدمیزاد اینها ارز توزیع می‌کنند. در عین حال قیمت مصرف کننده کالاهایی که ارز مفت دریافت می‌کنند، نه فقط ارزان نشده یا قیمتش تثبیت نشده، بلکه در مواردی با سرعت بیشتری نسبت به قیمت ارز افزایش یافته. خب وقتی ناکارآمدی این سیاست ها تا این حد عیان و مشخصه، پس چرا این سیاست ها کماکان ادامه داره؟ علتش این است که اگر این سیاست ها برای مردم به آب نمیرسه، عوضش برای مدیران و مسئولان و دیوان سالاران و اصناف متصل به حکومت نان خوبی داره. برخورد با فساد در جمهوری اسلامی فقط در زمانی اتفاق میفته که یا مردم از اون فساد خبردار بشن و پنهان کردنش دیگه ممکن نباشه، و یا تسویه حساب بین گروه های ذینفع قدرتمند در داخل نظام در جریان باشه. بین جزایر قدرت در داخل نظام خوب رقابت هست، جدال هست، گروکشی هست، تسویه حساب هم هست. بسیاری از پرونده های فسادی که توسط خود حکومت مطرح شده از این جنس بود. من اینجوری جمع بندی میکنم که این فساد سیستماتیک در آینده هم از جیب مردم ایران ادامه خواهد یافت. محمد ماشینچیان، پژوهشگر ارشد حکمرانی، ممنون که امروز با ما بودید.